خوش اومده خواست میگم به مهمانهای عزیزی که برای اولین بار بین ما هستن و همینطور اعضای محترم کلیسا. ایمان دارم با این لحظاتی که گذروندیم در این پرستش های عالی، این تئاتر عالی، حقیقتا ممنون برادر وحید عزیز. این خلاقیت فقط میتونه از قلب خدا، از فکر خدا نشأت بگیره. قلب منو بی نهایت لمس کرد. ایمان دارم با این لحظات عالی که گذروندیم زمین های دل ما آماده است که بذرهای نیکوی کلام با قوت در قلب های ما کاشته بشه تا ثمرات عالی به بار بیاره. آمین. قبل از هر چیز میلاد عشق رو، تجلی عشق رو به شما عاشقان عیسی مسیح خداوند مبارک باد و تبریک میگم. میلاد نور رو عزیزان به شما تک تک عزیزان باورمندان که نور جهان هستید تبریک میگم. میلاد عیسی رو، محبت رو به شما پیروان عزیز عیسی مسیح خداوند تبریک میگم. میلاد خدای قهرمان رو به شما از خودگذشتگان قهرمانان تبریک میگم. امیدم اینه که امروز خاص با قوت روح خدا کمی بیشتر به ارتفاعات شناخت میلاد با شکوه عیسی مسیح خداوند حرکت کنیم. آمین. امید من اینه که امسال نه فقط جشن میلاد مسیح رو آنطور که شایسته اوست جشن بگیریم، برگزار کنیم، نه فقط همین، چون همین جشن و شادی، این سرود خوندن، همه این اینایی که انجام میدیم عالیه، فقط به این چیزا ختم نمیشه عزیزان. افرادی هستن که حتی خودشونو مسیحی نمیدونن ولی برای این روز خاص هیجانات خاصی دارن. تمام این جشن‌ها رو میگیرن، به هم کادو میدن، تدارکات لازم رو میبینن. تمام این کارها خیلی زیباست، اما خطر اینو داره که مفهوم حقیقی واقعه مهیب تولد منجی ما لابلای این همه هیجانات و زرق و برق‌ها چی بشه؟ گم بشه. خدا فیض ببخشه که امسال یک کمی بیشتر به پیام اصلی میلاد عیسی مسیح خداوند پی ببریم. راستش من خودم شخصا هر سال که میگذره بیشتر محو این واقعه عظیم و اتفاقاتی که حول حوش میلاد مسیح اتفاق افتاده بیشتر محو این میشم. واقعی که حقیقتا هر کلمه اون باید مورد مطالعه و بررسی و کنکاو خاصی قرار بگیره عزیزان. واقعی که با اومدنش جهان ما رو، سرزمین بشریت انسان رو، تاریخ رو به دو قسمت تقسیم کرد، قبل از میلاد و بعد از میلاد. واقعی منحصر به فرد که در میلیون ها انسان، عزیزان، انسان های آگاه و تشنه خدا، روحی سرسپرده، روحی تسلیم به وجود میاره و جشن و سروری و پرستشی عالی در قلب های این عزیزان فرمان میده. میتونم بگم واقعی که کتاب ها و تومار ها گنجایش نقد و بررسی اونو نداره. این بزرگترین، والاترین، مهیبترین و عزیزترین واقعی دورانها رو با هیچ زبانی، با هیچ واژه‌ای نمیشه به تصویر کشید. میتونم بگم تنها واکنش کمی سزاواره این شاه شاهان، این خورشید تابان که در تاریکی های زندگی ما طلوع کرد و پاهای ما رو که کج و موج در مسیرهای لعنت و تاریکی حرکت میکردیم به راه و راستی و حیات آورد. واکنشی کمی سزاوار، سرهای خم شده که به نشانه تعظیم و تکریم و اندکی سکوته. موافقیم با هم؟ عنوان پیام امروز اینه: اتفاقات غیر واقعی واقعی میلاد عیسی مسیح خداوند. وقتی به اتفاقاتی که پیرامون تولد عیسی مسیح هست نگاه میکنیم عزیزان، چقدر غیر واقعیه. خدا انسان شد،
چقدر با منطق و استدلال‌های فکری زمینی ما منافات داره، نیست؟ چقدر برای این عقل و قانونمندی‌های ما انسان‌ها مشکل می‌آفرینه. خدا انسان شد. در لوقا باب 1 آیه 26 و تا 35 اینطور میگه: در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت فرستاده شد، نزد باکرین نامزد مردی مسما به یوسف از خاندان داوود و نام آن باکره مریم بود. پس فرشته نزد او داخل شده گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند با توست. و تو در میان زنان مبارک هستی. چون او را دید از سخن او مضطرب شده متفکر شده که این چه نوع تحیت است. فرشته به دو گفت: ای مریم ترسان مباش، زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای و اینک حامل شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید و او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسما شود و خداوند تخت پدرش داوود را به دو عطا خواهد فرمود و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد گرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود. مریم به فرشته گفت: این چگونه می شود و حالان که مردی را نشناختم؟ فرشته در جواب وی گفت: روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد. وقتی به تمامی جریانات تولد این پسر یگانه پدر نگاه میکنیم، چقدر در تضاد بود. منظورم اینه اگر واقعا مریم مبارک و نعمت رسیده بود، چرا در حالی که 9 ماه حامله بود سفری 3 روزه در اون بیابون رو از ناصره به بیت لحم باید طی میکرد؟ چرا وقتی به بیت لحم رسید حتی در مهمانخانه برای او جایی نبود؟ چرا خدا کاری نکرد که این پسر عزیز و یگانه او کمی در ارج قرب بیشتری متولد بشه؟ عزیزان چقدر این حقایقی که داریم راجبش کمی اندکی صحبت میکنیم، واقعه شب میلاد عیسی مسیح با این نقاشی ها و موکت های هالیوودی که صبح تا شب داریم میبینیم، یک شب نورانی پر از عطریات و بخور، اون حال و هوای افسون کننده، چقدر حقیقتش فرق داره، نیست؟ و کاملا شک برانگیزه وقتی به حقیقت میلاد مسیح نگاه میکنیم که یوسف و مریم چنین احساساتی در مورد این واقعه دارن، مخصوصا در اون آغل بدبو، به خصوص وقتی مریم با اون دست و پا زدن ها و تقله ها بدون هیچ کمکی، بدون هیچ قابله‌ای در حال به دنیا آوردن پسر یگانه خدا بود. صدای یوسف رو میتونستیم و میتونیم همین الان بشنویم. آیا باید اینطور پیش میرفت؟ فرشته چه در و باغ سبزی به من نشون داد. چی گفت فرشته خدا؟ این فرزند خداست و تخت داوود برای او خواهد بود و او سلطنت خواهد کرد. چرا عزیزان این همه اتفاقات محقرانه و غیر حقیقی که منافات داره با وعده های خداوند پیرامون تولد عیسی مسیح خداوند به وقوع پیوست؟ چرا؟ آیا این نکات قابل تعمق نیست به نظر شما؟ آیا برای امروز ما نمیتونه یک دنیا پیام دلگرم کننده داشته باشه؟ خیلی وقتا زندگی ما اونطوری که فکر میکنیم پیش نمیره عزیزان. همه چیز غیر واقعی به نظر میاد. انگار در زندگی ما، خدمت ما، مسیرهایی که داریم میریم، همه چیز با وعده های خدا در تضاده.
انگار در زندگی های شخصی ما گاهن خدایی که پر از رحمته، اون پدری که قلب پدرانه داره، فقط با حقیقت زندگی ما یه جوری جور در نمیاد. هدف از یادآوری واقعی تولد عیسی مسیح خداوند که الان 2 ساعته داریم سرود میخونیم، راجبش تئاتر رو جشن میگیریم، عزیزان اینه که ما رو به بالا و صعود حرکت کنیم، درسته؟ اما عزیزان واقعیت وجودیه، شاید بعضی از شماها، خودم دیدم که چند تا از چشما نمناک عشق بود، واقعیت زندگی خیلیا نه در صعوده بلکه در سقوطه. شاید امروز زندگی تو مثل یوسفه که پر از هرج و مرجه، پر از هم گسیختگیه، یه جوری جور در نمیاد، با پیام کریسمس در تضاده عزیزان، با وعده های خدا، با این جشن و سروری که دنیا داره میگیره، با محبت خدا و وعده های خدا جور در نمیاد عزیزان. ولی وقتی به واقعی مهیب میلاد عیسی مسیح نگاه میکنیم، مخصوصا که الان بعد از گذشت 2000 سال عزیزان، کاشکی یوسف بود، همین الان میتونست بگه تمام وعده های خدا، تمام مهر و محبت خدا، تمام اون حرفایی که فرشته زد حقیقتا درست بود، به وقوع پیوست، درست عزیزان؟ آن چیزهایی که غیر واقعی بود با گذشت زمان چقدر واقعیه، الان من و تو داریم لمس میکنیم. خیلی وقتا از همون اول تو درک نمی کنی که چرا زندگی تو توش انقدر هرج و مرجه، بیشتر در آخر داستان متوجه میشی، بیشتر در آخر داستان برات قابل فهمه، بیشتر در آخر داستان چراهای یوسف گونه تو جواب داده میشه. پس اولین پیام کریسمس چیه؟ پیام غیر واقعی؟ آخرش همه چیز عالی میشه. اگه هنوز خیلی چیزا تو زندگی تو عالی نیست و شکست و داغونه، یعنی چی؟ یعنی هنوز آخر داستان نرسیده. و دومین پیام عزیزان که قابل توجه ترین پیامه، که چرا پسر عزیز خدا در این همه اتفاقات حقیرانه، فقیرانه، در این همه ناامیدی ها، دل سردی ها به دنیا اومد؟ برای اینکه خدا میخواد عزیزان امانوئیل با ما باشه، با تلاش ها، با این همه تضادهای ناهمگون در زندگی ما یک بشه عزیزان. اگه او در یه خانواده ثروتمند متولد می شد، در یه هتل 6 ستاره، زیر لب می گفتیم وای ثروت چه کاری که نمی کنه. اگه در یک خانواده سرشناس متولد می شدی، می شد عیسی مسیح، زیر لب می گفتیم وای که شهرت چه کاری نمی کنه. اگه در یه خانواده ای که مثل هیرودیس های زمانه متولد می شد، می گفتیم وای که قدرت چه کاری ازش ساخته نیست. اما عیسی از یه دختری ساده، از توی شهر بی اهمیت به نام ناصره، همسر یک نجار، در یک شب تولدش، در شب تولدش که توسط حیوانات اهلی و بوهای نامطبوع احاطه شده بود، تا تو امروز بگی محبت چه کاری که نمی کنه، ایثار چه کاری که نمی کنه. محبت حقیقی جسم گردید و به میان آدمیان خیمه زد عزیزان. کی خیمه زد؟ کی؟ زمانی که ما در چاه گناه بودیم، در چاه هلاکت بودیم، دستاشو توی چاه، تو اون لجنها آورد و ما رو بالا کشید، روی صخره استوار و محکم گذاشت. فکر کن شخصی در چاه میفته، بوداییه میاد از بالای چاه نگاه میکنه، میگه ببین عزیز جان یه کمی تمرکز کن، ذهن خودتو تربیت بده تا بیای بیرون،
یهودیه میاد، ابالای چاه نگاه میکنه، میگه قربان شکل ماهت برم. چرا افتادی تو چاه؟ خب میخواستی چشاتو باز کنی. حالا که افتادی قربانی های صبحگاهی عصرگاهی بده تا بیای بالا. آیت الله میاد نگاه میکنه میگه تنها الله، فقط الله، روزی چند بار دولا و راست شو تا بیای بالا. اما پسر خدا تای چاه حلاکت و لجنهای من و تو اومد تا امروز مثل داوود بگیم انتظار بسیار برای خداوند کشیدم تا خداوند به من مایل شد، تا منو از چاه گناه، از چاه حلاکت بالا کشید، تا پاهامو روی صخره گذاشت، یه صخره استوار که تکون نمیخوره، راه رفتن به من یاد داد، قدمهای منو مستحکم ساخت، نه فقط بیرون چاه بیاره ولم کنه، بلکه پاهای منو مستحکم نگه داشت. از سرودی تازه بر دهانم گذاشت، یعنی حمد خدای ما. این روح کریسمس عزیزان، که امروز تو بگی محبت چه کاری که نمی کنه. و همین دلیل محبت حقیقی در عیسی مسیح و تولد عیسی مسیح آشکارن با تمامی مذاهب سخت در تضاده، در تضاد کامل به سر میبره. آمین داره اینجا یا نه؟ خدا در اون استعب با محدودیت های فلاکت های من و تو به دنیا اومد، تصمیم گرفت خودش در یه آخور بوگیندو به دنیا بیاد، از همون کودکی در معرض خطر مرگ قرار گرفت، تمام زندگی خود رو در اندوه به سر برد، سرانجام زندگی او بالای یک صلیب لعنتی منتهی شد برای نجات من و تو، برای نجات بشری که گاهن عزیزان از خودم میگم حتی نمیتونه، ازش بر نمیاد پرستشی که سزاوار اوست انجام بده، از اون قدانی که شایسته است انجام بده. موافقین؟ عزیزان کریسمس یادآور تولد یک خدای قهرمانه و قهرمانان حقیقی رو به سوی خودش دعوت میکنه. عزیزان پیروان حقیقی رو نشاید سطحی بودن زندگی کردن، در خودمحوری و دور خود چرخیدن، چنین طرز زندگی با مسیحیت راستین جور در نمیاد، چون که او که پسر بود، مسیح بود، برای ما عذاب کشید و ما را نمونه ای گذاشت تا در اثر قدم های او حرکت کنیم. و سومین پیام غیر واقعی تولد عیسی مسیح این بود، در آیه 34 وقتی فرشته به مریم این مژدگونی رو میده، این بشارت رو میده که عیسی مسیح از طریق تو متولد میشه. عزیزان من فکر نمی کنم مطمئنم تکان دهنده ترین غیر حکیمانه ترین خبری بوده که از طریق خدای حکیم عجیب الرأی و عظیم الحکیم به انسان رسیده. در اون وضعیت فرهنگی متعصب، در اون وضعیت فرهنگی و مذهبی متعصب، انگار که تمامی حکمت دنیا رو عزیزان، تمام سیستم ارزشمندی این دنیا رو واژگون میکنه، در هم میشکنه با دادن این خبر به مریم. و عزیزان شاید در همون لحظه میتونست روح مریم رو هم در هم شکسته کنه. برای همین مریم در حیرت، با تعجب، با یک حجب و حیای که شایسته یک دختر خدا ترسه، سرشو میندازه پایین. من اینطور میتونم تصور کنم، با شرم و حیا میگه این چگونه ممکنه، مردی مرا نشناخته. و فرشته خدا بعد از توضیح مختصر میگه زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست. نمیدونم الان افکار دور چه چیزهایی داره دور میزنه،
که انجامش غیر ممکن به نظر میاد. شاید آهی تو درونته، آرزویست که سالها تو دلتو ترنبار شده، شاید وعده ای از خدا دریافت کردی. عزیز من، مثل مریم باردار هدف و نقشه خدا هستی که غیر ممکن به نظر میرسه. شاید در شرایطی غیر ممکن هستی، شاید در نظر شغلی، پاس، خونه، روابط از هم پاشیده زندگی زن و شویی، خانوادگی داری به سر میبری. شاید یه بیماری لاعلاجی در زندگی توه، در خانواده توه. شاید فکر میکنی در خدمتت به آخر خط رسیدی و نمیدونی چطور با این قوم سر و پار انتظار و توقع دیگه چی کار باید بکنی. شاید آرزوی سرکوب شده داری، شاید از ایمان افتادی، شاید گناهی، وسوسه‌ای در زندگی تو مثل یه خرچنگ به تو چسبیده. شاید تلاش میکنی در روح زندگی کنی، ولی هر بار مثل من با شکست روبرو میشی و هی میگی وای بر من که چه زن شقی هستم، کی از این جسم موت آزاد میشم. امروز یه چیزی رو میخوام بدونی خواهر برادر عزیزم، خداوند هر کاری میتونه بکنه به جز یه کار. خدا شکست نمیتونه بخوره. آیا هیچ امری نزد خدا محاله به جز شکست خوردن؟ هرگز. فقط یک چیز مهمه، توی که در انتظار و سختی به سر میبری، یک چیز مهمه که امروز این غیر ممکن نطفش در قلب تو، ذهن تو به وسیله یک ایمان و امید بیدار بشه. آیا منتظر خدا هستی؟ آیا جان تو منتظر خداست که خدا به میان بیاد؟ تو مزمور 130 خیلی آیه قشنگه، میگه منتظر خدا هستم، جان من منتظره، زیاده از منتظران صبح. تو ترجمه دیگه میگه جان من منتظره بیشتر از نگهبانان صبح. چی داره میگه عزیزان؟ در اون زمان نگهبانان در سطح شهر گردش میکردن، میگفتن بخوابین بخوابین، شهر در امن و امانه. و همینطور که قومو تسلی میدادن چی کار میکردن؟ نگاه میکردن به آسمون، چشم راه طلوع صبح بودن. اونها میدونستن، هر روز میدونستن که این شب طولانی بالاخره به سر میرسه. چرا میدونستن عزیزان؟ چون واقعیت‌های طبیعی زندگی رو تجربه کرده بودن. هر روز میدونستن این امور طبیعیه، شب میشه صبح، صبح میشه شب. عزیزان، خیلی از ماها هر دفعه به کلیسا میام، شاید امروز اومدیم، یک سطح انتظار خیلی معمولی داری، مثل نگهبانان صبح نیست؟ میایم سرود میخونیم، یک کلام میشنویم، اوکی دیگه عادت کردیم، میایم میریم. اما امروز خدای کریسمس از تو میخواد یک سطحی عمیق‌تر از انتظار رو داشته باشی، یه سطحی عمیق‌تر از نگهبانان صبح. آمین. چون خدای ما، خدای ما فوق طبیعی است و امروز به تناسب اون انتظاری که داری به تو جواب میده. امروز تو میتونی به خدای کریسمس که نزد او هیچ امری محال نیست اعتماد کنی، که هر درد بی دوایی رو میتونه دوا کنه، میتونه به تو امیدی بده که با یه امیدی داخل سال 2019 بشی. تو میتونی امروز بگی همه درها تو زندگی من بسته است، اما خدای کریسمس خدایی که شکست ناپذیره، خدایی که هیچ امری نزد او محال نیست، خدایی که نزد او رحمت‌های فراوانه و نزد او نجات زیاد. عزیزان، میتونی امروز بر خداوند امید داشته باشی؟ میتونی امروز منتظر خدا باشی؟ اما بیشتر از نگهبانان داروغه‌های صبح، اگه خدا برای تو پسرش رو داد، آیا امروز به خودت جرأت میدی که شک کنی به خدای کریسمس؟ آیا امروز میتونی به خودت جرأت بدی که مثل نگهبانان صبح، مثل یه واقعی معمولی انتظار داشته باشی؟ اون میتونه عزیزان هر نیازی رو طبق صلاح دید خودش، در زمان خودش، در مکان خودش برآوره.
باور میکنی؟ چرا؟ چون هیچ امری نزد خداوند محال نیست، هیچ عمقی انقدر عمیق نیست که دستای سوراخ شده او به اونجا نرسه. باور میکنی؟ میتونی یه آمین بگی؟ یه موقع ها حقیقت اینه که نه تنها انتظار معمولی نداریم، بارها اینو تجربه کردم، مخصوصا تو این روزا خیلی اینو تجربه کردم، بلکه مرگ رخداد انتظار خودمون رو تجربه میکنیم. با تمام ایمانها و امیدهایی که داریم، بارها خدا رو دیدیم که چطور برای ما دویده، ولی باز هم انقدر شرایط سخت میشه که در خودت مرگ انتظارتو میبینی، ولی امروز خدا میخواد انتظارتو رو زنده کنه، انتظارتو رو احیا کنه، انتظارتو رو در خور روح کریسمس کنه. آمین. و آخرین پیام، پیامیه که واقعیه مهیب میلاد عیسی مسیح رو خیلی غیر واقعی نشون میده و به نظر میاد که یکی از مهمترین و حقیقی ترین ارزش های الهی در اون نهفته است. خدای کریسمس عزیزان، خدایی که میخواد در قلب من و تو ساکن بشه، این خدای عاشق به جان انسان کارایی میکنه عزیزان که نه فقط غیر واقعیه، بلکه آدم خندش میگیره. خدا انسان شد، خدا انسان شد و در میان ما ساکن شد. یوحنا باب 1:10-13 که چقدر زیبا این تئاتر این آیات رو به تصویر کشید، میگه او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد، جهان او را نشناخت، به دست خاصان خود آمد، خاصانش نیز او را نپذیرفتند، اما به کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند. یعنی هر کی که به اسم او ایمان آورد، که نه خواهش جسم، نه از خواهش خون، نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولد خواهد یافت. امروز امید بزرگی به این روح کریسمس دارم که به وسیله قدرت روحش این مهمترین و عجیبترین پیام میلاد مسیح رو کسانی که تشنه خدایان، کسانی که دنبال حق و حقیقتن، امروز نبا گفتن من بلکه تجربه شخصی که باید خودتون بکنین، خدا، خدای کتاب مقدس، این امانوئل خدا با ما که مشتاق در قلب شما ساکن بیابه، به وسیله اشتیاق خودت این تجربه عجیب و عالی رو امروز داشته باشی. چرا که عزیزانم جای عیسی در آخر نبود، جای عیسی روی صلیب نبود، از طرف عیسی مسیح خوشنود و راضی نبود که توی آسمون با فرشتگان باشه. امروز اشتیاق عیسی مسیح خداوند اینه که در قلب من و تو ساکن بشه. حقیقت و مفهوم واقعی تمام این اتفاقات غیر واقعی کریسمس اینه که خدا میخواد سفری در اعماق قلب من و تو داشته باشه. فقط کافیه به فقر و مسکنت روح خودت پی ببری، به نیاز خودت نسبت به این خدای کریسمس پی ببری و اعتراف کنی که به اون نیاز داری. کلام خدا میگه هر که به زبان خود اعتراف کند و در دل خود ایمان بیارد که خدا او را از مردگان برخیزانید، تمامی گناهان گذشته، حال و آینده او آمرزیده خواهد شد. و خدا توسط روحش در قلب‌های شما عزیزانم که هنوز عیسی مسیح امانوئل خدا با ما رو تجربه نکردید ساکن خواهد شد. ایمان دارم که روح خدا در بین ما داره فعالانه حرکت میکنه، به خصوص در قلب‌های تشنه. و چقدر شایسته و بجاست که بعد از شنیدن این پیام باز هم اندکی سکوت داشته باشیم، سرهای خودمون رو خم کنیم و بعد از اندکی سکوت
کمی دعا کنیم و قلب‌های خودمون رو دوباره در پرستش شایسته و سزاوار نام قدوس او بلند کنیم. ای خداوند قوت من، تو رو محبت میکنم. و تمام قلب و جان و وجودم قربانی های تشکر نزد تو میارم که تو امروز هم سخن گفتی، با قلب های بیدار سخن گفتی، با قلب های تشنه سخن گفتی، با قلب هایی که پر از غم و اندوهه، با قلب هایی که مثل یوسف پر از چراهای بی پایانه در زندگی، تو سخن گفتی. خداوند تو با افرادی سخن گفتی که زندگی هاشون در تلاطمه و خیلی چیزا در زندگی اونا غیر منطقی و غیر قابل درکه، تو سخن گفتی. خداوند ایمان دارم که امید دادی که تو خدای سلامتی هستی و سرور سلامتی و فکرای تو برای ما سلامتیه که در آخر به ما امید و سلامتی و صلح ببخشی. خداوند همینطور تو با قلب‌های ما سخن گفتی، با چراهایی که در قلب‌ها و ذهن‌های ما موج می‌زنی که چرا اینقدر تولد عیسی مسیح با قانونمندی‌های ما با عقل‌های ما متفاوته. امروز تو گفتی که میخوای با تلاش‌های ما، با درد‌های ما، با اون زمان‌هایی که هیچ کس حتی نزدیک‌ترین کس زندگی ما نمیتونه ما رو درک کنه، تو هستی، تو امانوئیل خدا با ما و در ما هستی. همین برای ما کافیه باشه که روح قدوس تو این امید رو در دل این افراد بیدار کنه که خدا شریک رنج‌های ما شد، تا امروز احساس تنهایی و بیپناهی نکنیم. و همینطور تو با ما سخن گفتی خداوند و میخوای از این خدای غیر قابل انتظار، این خدای غیر قابل تفحص، این خدایی که فکراش و افکارش از بنی بشر بلندتر و بالاتره، با قلبی وسیع تر، با ذهنی آماده تر، با انتظاری مقدس تر و فراتر به حضور تو بیایم. ای خدای عالی، چون هیچ امری نزد تو غیر ممکن نیست. و همینطور ایمان دارم خدا و افرادی اینجا هستن که تشنه خدا هن، نیمدن که اینجا وقتی رو بگذرونن. من ایمان دارم که اتفاقی نیست اینجا هست. خداوند بذار شمشیر کلام تو در عمق قلب‌های افراد فرو بره. نذار این نقاب مذهب تعصب چشمای اونا رو ببنده، تا این خدای عالی، ایمانوئل خدا با ما، خداوند که امروز نه فقط در بیت لحم میخواد متولد بشه، بلکه در قلب‌های این عزیزان میخواد متولد بشه و تمام اون تاریکی ها و لعنت ها و بستگی ها رو با نور عظیم و شگفت انگیز خودش منور کنه. ای خدای عالی، سخن بگو. ایمان دارم که سخن میگی و ادامه خواهی داد با بیدار دلانت، چون که در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم. تجلی خدای قهرمان ما بر تک تک شما جان نثاران و قهرمانان عیسی مسیح خداوند مبارک باد. مرسی که امروزم با قدرت شفا بخش اینجا هستی که شفا بدی، آزاد کنی دلای شکسته، دلایی که ناامید هستن حیات ببخشی و در قلبشون متولد بشی. مرسی خداوند، مرسی که بهترین الگو تو هستی. چون مثل پادشاه در این دنیا نمانی، هرچند پادشاه بودی، مثل غلام آمدی که به ما حیات ببخشی و آزاد کنی.
دلای ما رو ببندی، دلای شکسته رو و ظلمت ما رو آزاد کنی. صورت رو نگاه کنیم از اینجا نور
تو را آزاد خواهد کرد، شفا خواهد داد. بیا جلو و بگی عیسی با نورت بیا به من بتابان، بیا روشن کن. اگه تو گناه قرار گرفتی توبه کن، بازگشت و صلیب او اینجاست، صلیب او اینجاست که تو را شفا بده. این فرصت هست. کسانی که با عیسی آشنا نیستن بیا این جلو و خودتو بگی عیسی من تو رو نمیشناسم، واقعا مغز من نمیفهمه. اگه تو واقعیت هستی، تو این خدای هستی که آفریننده همه چی هستی، پس بیا خودتو به من آشنا کن، بیا چشم قلب من رو باز کن، من میخوام با تو آشنا باشم. با این دید بیا جلو، با ایمان بیا، تمام دل بیا. همین دعای خودت بکن. ما برای تو دعا نمی کنیم، این عیسی امروز اینجاست که دست خودش رو به تو طبق ایمان تو، طبق خواست تو، تو رو لمس خواهد کرد. وقتی دل شکسته
اون قلب‌ها رو میدونه، نیازهای شما رو میدونه. با ایمان دریافت کنید. در نام عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح. چیزی که الان دعا کردم خواستم.